بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما عزیزان بخیر. امیدوارم که هر کجا هستید شاد و سالم و صحتمند باشید. خدای منان سپاسگزاریم که بار دیگر ما توفیق نمید کرد تا از طریق برنامه خودم میسازمت مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما عزیزان باشید. ولی من دوی عزیزان گرامی، این بار از برنامه خودم میسازمت تلویزیون اصلاح آمدیم به گذر باغزاغان مربوط ناحیه نهم شهر هرات. در آغاز این گذر قرار داریم، اما در آغاز این گذر طبق روال همیشه که ما اولین معیاری را که میبینیم و مشاهده میکنین تابلوی ورودی هست، اما اینجا تابلوی ورودی ندارن. خب حتما پیش از اینکه ما برازی تابلوی ورودی را بالاخره نمره بدین جویا خواهیم شد که علت آن چیست و چرا در آغاز گذر تابلوی ورودی وجود نداره. میریم با هم دیگر میبینیم که در این گذر چه میگذرد و چه دستاوردها و چه کمبوداتی را دارد. بله بیندای از این حق گرامی، همون شکل که در آغاز برنامه ترستانی کردیم در گذر باغزاغان نایی نوم هستیم و مکنون در خدمت جناب آقای صلاح الدین جامی وکیل گذر این منطقه قرار داریم. جناب آقای جامی، اگر به عنوان نخستین سوال جواب بدین که چرا این گذر به نام باغزاغان میگن، وجه تسمیت چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما، خدمت همکار محترم شما تلویزیون اصلاح. گذر باغزاغان، به خاطر این گذر باغزاغان میگن که یک شخص میگه که در سابقه بوده قدیما به نام زاغان اینج باغ ایجاد کرده بود. باز همین باغ دیگه باز به این موقع ساخته شده، مانا ساختن ساخته ساز شده به نام گذر شده به نام باغزاغان. بسیار زیبا. در گذر باغزاغان چه تعداد خانواده زندگی میکنن؟ 1200 خانه تقریبا. حدود 1200 خانه اینجا سکونت دارن. بسیار عالی. جناب آقای صاحب اگر موافق باشین با شما میریم از گذر دیدن میکنیم. بفرمایید. جناب آقای صاحب اگر لطف کنین در رابطه با آسفالت صحبت کنین. آسفالت خوبی معلوم میشه در جاده شما که آسفالت شده. چی وقت آسفالت شد و یکی چی رقم بود برنامه آسفالت ازی؟ برنامه آسفالت ازی طوری بود که شاروالای سابق چهار شاروالی که می تقریبا وکیل گذر بودم هستم، ما از طریق شروع از طریق مردم مراجعه کردیم، چندین بار مکررن مراجعه کردیم، نشد، مشکل ترشی میکردن دیگه. باز آقای انوری، در وقت آقای انوری که ایشان آمدن بره شهر هرات، بله، یک مدت کوتاهی هم شاروال بودن، بله، یعنی باز ما مراجعه کردین، مردم مراجعه کردین از طریق مردم و وکیل گذر رئیس شورا، بله، مراجعه کردین، اینا آمدن از محل دیدن کردن، بله، از گذر ما دیدن کردن، سر از نزدیک دیدن، باز امر پاسپورت به ما دادن. بسیار عالی، تشکر میکنم جناب آقای صاحب. خوب، در قسمت آسفالت هم بیننده عزیز شما هم مشاهده میکنین که آسفالت خوبی دارن. در آسفالت جاده ها نمره 5 میگیرن و امیدوارم که معیارهای بعدی هم نمره 5 باشه. آقای صاحب موافق باشین بقیه گذر میبینیم. مهربانی. بیننده‌های عزیز و نهایت گرامی، ما همچنان در گذر باغزاغان هستیم و معیاری که من مطمئنم که شما هم برای شما هم مهم خواهد بود بحث روشنایی در کوچه‌ها هست که بعضی از کوچه‌ها رو می‌بینین در خانه‌ها رعایت نکنن، لامپ‌های رو دارن در سردر خانه آویزان دارن یا بالاخره یک جای منظم نصب کرده هست، اما در بعضی از خانه‌ها مشاهده نمیشه. از آقای جامی وکیل گذر باغزاغان پرسان می‌کنین که چند فیصد از خانه ها لامپ دارن و علت از اینکه ندارن چی است و اینا چه تدبیری دارن برای کسایی که لامپ ندارن؟ انشالله حدود 70% از خانه ها گذر باغزاغان لامپ دارن. بله، چون که ما از طریق ملای ماما، از طریق پنج وقت مسجد های پنج وقت، بله، از طریق خطبا و مسجد های جمعه که هست برای مردم میگن، به اینا تذکر میدن که برو دارو لامپ به خاطر امنیت خود شما نه، به خاطر امنیت منطقه، به خاطر امنیت خود شما بیشتر
بله. یک لامپ چیزی برقی هم مصرف نداره تا اندازه‌ای. به خاطر روشنه کوچه باز بیتره موثره. یعنی تذکر میدن. اگر تذکر کارآمد نشد، حاضر هستین در خانه خود شما برین تک تک کنین بگین امیر بالاخره دغلا طرف شام که مردا در خانه بیشتر حضور دارن، لاقل مزنگ خانه رو فشار دین بگین این یک لامپ نصب کنین یا نه آقاس. ها ان شاء الله. ان شاء الله اگر متوجه بشین که خانه لامپ نگاره حتما ان شاء الله دم خانه در میزنین. بله. اگر کسی به خانه باشه که مرد اینا باشه که خودی مرد اینا صحبت میکنه میگه برادر این لامپ بگذار اگه انشالله بعض مسلمان ها قبول میکنن میگذارن اکثر اینا که متذکر میدیم اشاره متوجه میشن این کار رو میکنن دقیقا تشکر جناب آقاسه مهربانی کنیم بریم بخشای دیگر هم با شما میدیم بفرمایید جناب آقاسه محترم در ارتباط بحث پلاک ها اگر صحبت بکنین آیا خانه‌هایی که در گذر باغزاغان هستند شما گفتین بالغ بر 1200 خانواده زندگی میکنن آیا پلاک هم داره خانه‌شون یا نه اکثر خانه‌ها پلاک همه خانه‌ها پلاک داشته بله داره ولی اکثر خانه‌ها که هست چون یک مدت میشه ما پلاک گذاشتین کم کم رنگ‌تر شده رنگ خور از دست دادن آقا اکثر خانه‌ها پلاک داره چی فکر میکنین چرا اینا بالاخره به یک مدت زمان کم رنگ بشه کیفیت نداشته یعنی دفتر که کار کرده خوب کار نکرده چطور؟ از نظر من اگر نگاه کنین او دفتر که پلاکار گذشته خوب کار نکرده چون در کیفیت کار مشکله بله. پلاکایی هست که کیفیت نداره درسته آیا برنامه میثاق شهروندی هم آماده منطقه شما نموده هست؟ میثاق شهروندی هنوز به منطقه ما نه یعنی پلاکا هم پلاکای 8 سال 9 سال پیش شده پلاکای قبل بله. درسته 8 سال بسیار خوب تشکر میکنم در قسمت پلاک ها هم روشنی داد جناب وکیل صاحب که بالاخره پلاک های وجود داره و 4 نمره را از آن خود میکنن در قسمت پلاک ها که وقت یک مؤسسه و یک نهاد میه اگر عیانا کار از اون کیفیت نداره باید جلو از توسط وکیل گذر و شورا گرفته بشه مؤسسات کار میکنن باید با کوالیتی و کیفیت بسیار بالای خدمات به شهروندان ارائه بکنن خب به همین دوری میریم ادامه برنامه را با البته ادامه گذر با جناب وکیل صاحب میبینیم بفرمایید جناب وکیل صاحب بریم خود شما بگیم نظافت من الایمان نظافت جزئی از ایمان است دقیقاً آنچه که من و شما هم باورمند هستیم اینه که جدا از بحثی که نظافت پاکی از شعائر دینی ما هست برای صحت و سلامتی ما هم 100% رعایت نظافت مفید است در گذر باغزاغان کوچه ها رو دیدیم اغلب کوچه ها الحمدلله تمیز هست پاک هست دروازه خانه ها تمیز هست و چیزی به چشم ما نخورد که بالاخره آزاردهنده باشه آقا سید موزگار میخوام از شما سوال کنیم که برای بحث تنظیف چه برنامه دارین؟ راجب تنظیف کاست تنظیف خصوصی داریم ما بله تنظیف خصوصی داریم که در سطح نهیه کار میکنه خب تمام گزارار زباله رو جمع‌آوری میکنه آه. از ما هم همون تنظیف خصوصیه بله یعنی خانه ها بر از او پول پرداخت میکنن در هر هفته بله 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 خب چه کار را انجام میده؟ آیا جدا از اینکه زباله های مردم از دروازه خانه هاشون منتقل میکنه کار دیگه من انجام میده یا نه؟ فقط جارو کوچار میکنن خب جارو کوچه هم بجن بگردن از این های درسته برای کانال های کوچک و اینا پاکاری ندارن اونا رو هم باید لایروبی کنن خب اما من فکر میکنم که بعضی از کانال های خورد و کوچکر او قدر جدی و تمیز پاک نمیکنن نمیفهم دیدگاه شما چیه بلا تنظیف خصوصی ما که هست کم تنبل شدن خب چون سابقه آها. تنظیف سابقه همونطور کار میکنن خیلی متعهد نیستن نه 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 نه. شما نه. چی برنامه داریم برای از اینا یا از نظر شما چون خصوصی هست حالا اگری تنظیف دولتی هم باشه باید به یک مسلمان باید کاری که انتقاد داره انتقاد بکنه نقد بکنه تا سازندگی و اصلاح به میان بیه حالا خصوصی خود طبعا ساده است شما به راحتی میتونین که بالاخره اگر اونا رو توصیه بکنین جلسه داشته باشین
اونا بالاخره نظافت کانال های خورد و کوچک که بالاخره بودشان بوده یا در قرارداد است، یا اقلی را اضافه بکنن. اصلا اگر چنین پالیسی نداشتین، یه پالیسی را اضافه بکنین و را پاک بکنن. آیا این برنامه رو دست دارین؟ قرار است به اونا صحبت داشته؟ چرا نه، بله این مسئله هست انشالله اگر خدا بخواه. ما مردم چون ناراضن تا اندازه کار به درستی انجام نمیدن، جارو خور درست نمیکنن، زباله جوبار لایروبی میکنن ولی داخل سرگ میریزن، او هم خوش میشه باد میباره، درست همین میبرن، درست. ما انشالله اگر الله بخواه مهم که استشهاد محلی کنین، بریم پیش خود شخص شواسه، بله، که همین موضوع تا اندازه مشخص بشه. از یک نظر باید به نظر من باید خود ریاست شاورلی کار بکنه. ریاست شاورلی باید به زباله جمع کنه. آها. یا از طریق خود کارمندا کارمندا تنظیم خود خود یا که خود از اون مستقیم با تنظیم خصوصی رو چیز بشه. در ارتباط باشه. در ارتباط باشه. قرارداد داشته باشه. بله. تشکر جناب قاسم. اگر موافق باشیم بریم در قسمت بحث موضوعات دیگری که ما معیارات داریم، اونها رو با هم می‌بینیم. البته قبل از اینکه به طرف بریم در قسمت پاکی و نظافت گذر نمره 4 رو برای شما اختصاص میدین. امیدوارم که انشاءالله گذر شما همیشه پاک و تمیز باشه. بله بینیدهای عزیز سنت کرامی، ما در کنار وکیل گذر باغزاغان مربوط به نینوم هستیم و معیاری که میخواییم پرسان بکنیم، معلومات بگیریم به ارتباط بحث کانال ها هست و جویچه هایی که در کوچه ها و گذرها بالاخره وجود داره و طبعا از اهمیت به سزای برخوردار به ویژه در فصل زمستان که آب و بارندگی و بالاخره برف و اینها مطمئنا زیاد از خانه ها سرازیر میشه و بالاخره بارندگی وجود داره و اینا نیاز داره که یک کانال یا گابروی باشه که یا بالاخره دست بده و مانع و مشکل برای مردم ایجاد نشه. چرا مقاسب سیستم کانال چگونه است به گذر شما؟ یا کانال دارین که بالاخره جوابگوی نیازمندی مردم باشه؟ کانال داریم، بله کانال داریم که به خاطر فصل بهار یا زمستان اگر باران الله بده که به صبح آب از به صبح و آب اضافی که از خانه ها بالاخره میاد اینا لاقل به کانال جاری میشه از طریق کانال به کانال های کلانتر. خب این کانالی که ما میبینید در همین یک کلان کوچه که اینجا دارن شما، این کانال چند سال از این میگذره؟ حدودا از ساخت از این حدود 8 سال میشه که کانال تیار شده است، درست شده، ولی لایروبی نشده بود. درست لایروبی نشده بود، خیلی پر شده بود. باز مردم عریضه کردن انشالله ریاست شاورلی عریضه کردن، باز از طریق ریاست شاورلی آمدن ایر لایروبی کردن، درست پاک کردن، پاکری کردن. درست باز خیلی جا پلید نداشت، پلیدها شکسته بود، بله کنه شده بود. باز مردم کلن همه بششتین بین مسجد ها شورا کردن و همکری مردم تونستیم که ما روی از ایران بپوشیم. بله روی از پوشیده شده و پلت انداخته. در اخیر که یا از ابتدا بگیم از اون طرف یک چند پلت کم داشت، آیا هنوز همون شکل است؟ قبل بله چون نیم کاله هنوز. خب یعنی قرار کار جریان داره؟ بله یعنی خطر خب میفهمین که خطر داره برای نه بله بله بله. شب اگه میای واسطه چراغ نلشته باشه بله بله. خب خوب است که تعهدم کردیم که انشالله هم پوشیده بشه. به هر صورت در قسمت بحث کانال های گذر هم نمره کم نمی کنیم و نمره 5 می گیرن، چون هم بحث ابتکار خوب دارن و هم بحث پاککاری است و هم تعهد کردن که انشالله روی از او چهرم می پوشن به غیرشم. موجودیت مراکز آموزشی و ورزشی و مراکز فرهنگی در گذرها یک امر حتمی و ضروری است که در گذر باغزامان می خواهیم از زبان جناب وکیل سب بشنویم که آیا واقعا مراکز آموزشی وجود داره و مردم دسترسی به خدمات آموزشی دارن یا خیر. مراکز آموزشی ما مکتب دولتی هم داریم، مکتب خصوصی هم داریم، بعض کورس‌های آموزشی هم داریم، کورس‌های مثل دارالحفاظ. بسیار عالی. یعنی مردم همه دسترسی دارن و هیچ بهانه برای از اینکه یک وقت بگن ما مثلا دسترسی نداریم وجود نداره تو بهانه. انشالله که مردم دسترسی دارن. بسیار عالی. خب خوشحال هستیم که ما در این گذر دسترسی به مراکز آموزشی رو داریم و یک امتیاز بسیار خوب است. امیدوارم انشاءالله مردم هم استفاده بکنن، اطفال خود همون شکل گفته شده که زگهواره تا گور دانش بجوی
متوجه از این قضیه باشن و با آموزش روان کنن. نمره ای که برای این قسمت برای مراکز آموزشی در نظر میگیریم 5 نمره است و ایره برای گذر باغزان اختصاص. بله بینیدوی از نهت کرامی، همچنان در گذر بازدگان نهین هم و در خدمت وکیل گذر این مته قرار داریم. میخواییم در رابطه با وجود فهرست معرومان سوال بکنین. آقا سب، آیا فهرست معرومان به نظر شما وجود داره؟ شناسایی دارین که چی کسای مستضعف هستن و کلن چی برنامه دارین برای کمک رسانی به زنان؟ ما مقداری از مردم هستن، کسای هستن، معرومین ما داریم، معلم ها معرومین تعدادی هستن که اینا رو سال گذشته در دولت وقت که بود باز ما اینا از طرف خود مؤسسه می آمد راجستر می شد به حساب هیئت می آمد راجستر می شد کارتای آبی به اینا می داد که از طریق همون کارتای آبی بعضا پول نقدی می گرفتن و بعضا هم مواد مثل آرد و روغن دیگه همون مقدار معلومین هستن که کار دارن. آیا برای کسایی که مثلا جدید میای به گذر شما برنامه دارین که اونا شناسایی بکنین یا نه؟ ها انشالله اگه خدا بخواه 100% این کار رو میکنیم که معلومین مشخص کنیم تعداد اینا رو بفهمیم انشالله اگر خدا بخواه اگر از طریق دولت هم برای معلومین کمک بشه به درستی انشالله رو تنظیم میکنیم. یعنی در کار شما در قسمت انتخاب معلومین کدام ارتباطات یا دیگه تأثیری نداره؟ یعنی شما فقط سعی میکنین عدالت داشته باشه؟ سعی میکنیم عدالت داشته باشه، سعی میکنیم او کسی که واقعا نیاز داره به او برسونیم. بله. نه به او کسی که مثلا سیر داره چیزی دستی به جای میرسه به او بدین. بله. به کسی میدیم که واقعا نیاز داشته باشه. بله. تشکر میکنین، برنامه بسیار خوبی دارین برای فرست مرون، امید است که انشالله مشکل در عمل هم وجود داشته باشه. 5 نمره را در قسمت بعد وجود فرست مرمون برای حساب میدیم. امیدواریم که در گذرهای محروم و هیچ بیکار و هیچ مستضعف باقی نمانه و ما یک روزی بالاخره اصلا این معیار برداشته باشیم و وجود در بین معیارات ما نداشته باشیم. بله باز هم به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. گذر دیگری از ناحیه نهم، گذر باغزاغون با معیاراتی و نمراتی که برایشان داده شد ثبتان به پایان رسید. من تشکر میکنم از حوصله‌مندی وکیل شعب گذر، از جناب آقای کاظمی، آقای آشوری که همراه من در این برنامه بودن و همچنان از اینکه بیننده ما بودید و دیدگان مهربان خود از دیدن این برنامه یعنی خودم میسازمت دریغ نکردید. و اما نمره که گذر باغزاغان برای خود اختصاص داده نمره هست که ما واسه چند نمره را تمایل داشتین بگیرین؟ دیگه اگر نمره باشه هر کس دوست داره نمره بالا رو ببره دیگه. نمره اعلی باشه، یعنی 100 باشه. 100 باشه. خب بسیار خوب. اگه یک وقت 50 بگیرین چطور؟ 50 باشه. دیگه هم خاص خدا بوده بعد دیگه نمیتونیم چیزی بگیم. خب گذر باغزاغان 70 نمره را از آن خود ساختن با ساخت سازهایی که این در اینجا بوده، دا خدماتی که صورت گرفته. اما یک نکته در نظر میگیریم که برنامه میثاق شهروندی هنوز در این گذر نیامده. خیلی از گذرهای ما که 70 و 80 نمره دارن یا بالاخره کم و بیشتر دارن، میثاق شهروندی در این تطبیق شده و میفهمیم که اونجا امکانات و خدمات بیشتری بود. امیدواریم که بله با آمدن برنامه میثاق شهروندی و شامل شدن این منطقه هم در برنامه، امیدواریم که امکانات از اینا بیشتر بشه و خدمات بلندتر بره، خدمات رفاهی شهروندی و مردم دیگر هیچ مشکلی نداشته باشن و ما هم بیاییم 100 نمره بدیم. به همین امیدواری تشکر میکنیم از شما باز مجددا. امیدوارم که هر کجا هستید باز هم شاد و سالم و صحتمند باشید. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر که من احمدیار با جمع همکارانم در خدمت شما از اون قرار میگیریم، شما را به خالق یکتا میسپاریم. وقت خوش، خدا نگهدار.